یک هفته از زمانی که کاخ سفید در بیانیه خبر از سفر قریب الوقوع جو بایدن به منطقه و از جمله عربستان سعودی رو داد میگذره، در طول این یک هفته انتقادها به جو بایدن و کاخ سفید برای برنامه‌ریزی این سفر کاهش که پیدا نکرده، هیچ افزایش هم پیدا کرده. منتقدان هم از حزب جمهوری خواه و هم از حزب دموکرات معتقدند که سفر آقای بایدن به عربستان سعودی میتونه به معنای زیر پا گذاشتن ارزش‌های آمریکایی باشه، ارزش‌هایی که به موجب اونها دولتی شبیه عربستان سعودی به خاطر قتل یک روزنامه‌نگار جمال خاشقچی باید پاسخگو باشه، نه اینکه رئیس جمهوری آمریکا وارد جده بشه و با محمد بن سلمان دست بده. اما گذشته از این انتقادها، هستن مقالاتی که در رسانه‌های مختلف منتشر شدن و در رابطه با اهمیت این سفر هستن، از جمله مقاله‌ای به قلم آلون پینکاس از دیپلمات‌های اسرائیلی که در روزنامه اسرائیلی هارتس منتشر شده. در این مقاله آقای پینکاس بین اشاره میکنه که سفر آقای بایدن بسیار غیر ضروری است، هیچ ضرورتی نداره که دست به این سفر بزنه، اما در این حال نشون میده که او چقدر فرد آینده نگری هست. او به این میپردازه که بر مبنای رئالیسم سیاسی در حال حاضر با توجه به تغییرات ژئوپلیتیک منطقه، این نشون میده که جو بایدن متوجه هست که این سفر سفر خفتباری خواهد بود با توجه به همه انتقادات، اما در این حال متوجه منافع آمریکا هم هست. از جمله دیگر مقالات، حالا مصاحبه‌ای که منتشر شده، مصاحبه نورمن رول هست با عرب نیوز که او هم میگه در یک آینده دور، در یک چشم‌انداز وسیع‌تر، این سفر برای هر دو طرف دستاوردهای بزرگی خواهد داشت. سمیرا قرایی، مقابل کاخ سفید.